درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشستید. سیامک دهخانپور هستم. در چهارشنبه 10 آبان 31 اکتبر میپرسیم تحریک تنفر مذهبی چرا؟ احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران میگوید در جمهوری اسلامی ایران سرکوب سایر ادیان روز به روز از شدت و حدت بیشتری برخوردار میشود و اعضای جامعه بهایی بیش از هر اقلیت دینی دیگری در معرض تضییقات و اذیت و آزار قرار دارند. دیانت بهایی در ایران به رسمیت شناخته نمیشود و بنا به گفته احمد شهید احتمالاً دلیل اصلی اذیت و آزار پیروان این دیانت همین موضوع است. به گفته احمد شهید تعداد بهایانی که در زندان هستند افزایش یافته و از 100 نفر تجاوز کرده است. گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید بهایان در معرض انواع تبعیضات هستند، نمیتوانند امور دینی خود را انجام دهند، از دسترسی به خدمات اساسی و ابتدایی محرومند و غالبا با اتهاماتی روبرو میشوند که ارتباطی با ایمان و دیانت آنها ندارد، بلکه اتهامات مربوط به مسائل امنیت ملی است. بهایان شارع دیانت خود را جدیدترین پیامبر در سلسله ظهوراتی می‌دانند که شامل حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت بودا، حضرت مسیح و حضرت محمد است. مقامات مذهبی شیعه 12 امامی در ایران دیانت بهایی را ارتداد و بدعت‌گذاری می‌دانند و محکوم می‌کنند. در دیانت بهایی فرد روحانی وجود ندارد و باور بر این است که بشر به مرحله‌ای از بلوغ رسیده است که هر کس می‌تواند خود در آثار الهی تفکر کند. گزارش‌های اخیر از ایران به ویژه از هجوم نیروهای امنیتی به منازل و محل کسب بهایان در سمنان از اقدامی سازمان یافته بر علیه این جامعه حکایت دارد. نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان اخیراً خواهان برخورد قاطع و قانونی با به گفته او فرقه زاله بهاییت شد. حجت الاسلام سید محمد شاهچراغی در خطبه‌های نماز جمعه سمنان با اشاره به نامه دادستان کشور به وزیر اطلاعات در خصوص غیرقانونی بودن بهائیت گفت بهائیت مولود اسرائیل قاصب است و مرکزیت آن در آن کشور است و هدفی جز جاسوسی ندارد. او ضدیت بهائیت با اسلام را محرز و مشخص دانست و افسود مسئولان نظام باید با این فرقه زاله برخوردی قاطع و قانونی داشته باشند. نماینده ولی فقیه در استان سمنان گفت مردم اگر بخواهند همانطور که شاه را از ایران بیرون کردند میتوانند بهائیت را نیز از ایران بیرون کنند، اما ما نمیخواهیم این عمل موجب سر و صدا شود، بلکه پیرو قانون هستیم و میخواهیم فعالیت ها به صورت قانونی انجام شود. امام جمعه سمنان معامله و ازدواج با افراد بهائی را غیر قانونی خواند و افسود معامله با بهائیت طبق فتوای فقها جایز نیست. از شما پرسیدیم چگونه میتوان تبعیض علیه بهائیان در ایران رو کاهش داد. همطور که میبینید در فیسبوک افق تا این لحظه اکثریت گزینه در حکومت جمهوری اسلامی ایران ممکن نیست رو انتخاب کردن. به فیسبوک افق برید و در این نظرسنجی و بحث امروز شرکت کنید. نگاه بیاندازیم در 7 پرده به رویکرد جمهوری اسلامی در برابر بهائیان. تهدید شیرین عبادی، حقوقدان و فعال حقوق بشر توسط انجمن ضد بهائیت. خانم عبادی، به تو گفتیم رفتار غیر اسلامی و منطبق با رفتار بهائیت خود را ترک کن، ولی تو به خوشرخصی برای خارجیان و بهائیان ادامه دادی. دخترت را هم در این راه وارد کردی. او را خواهیم کشت که بدانی. توجه کن. آمریکا از آزار بهائیان توسط جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت نزدیک به 60 بهائی صرفاً به خاطر مذهبشان در ایران زندانی شده‌اند. انتشار نظر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی درباره بهائیان در سایت الف. بهائیان نجس و دشمن دین و ایمان شما هستند. پس فرزندان عزیزم جداً از آنها بپرهیزید.
رهبران جامعه بهایی ایران هر کدام به 20 سال حبس محکوم شدند. حسین شریعت‌مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان. در ماجرای نوسانات قیمت ارز و سکه طلا، بهائیت نقش داشت. علی اکبر پور جمشیدیان از فرماندهان سپاه پاسداران آذربایجان شرقی. افراد بهایی در مناطق زلزله زده خوشبختانه شناسایی و دستگیر شدند. هدف آنها کمک نبود، فساد بود. کاظم جلالی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. بهاییان در ایران یک اقلیت دینی نیستند، بلکه یک فرقه سیاسی بدون هویت و مورد پشتیبانی برخی قدرت‌ها در جهت مداخله در امور داخلی ایران هستند. خب مهمانان امشب افق آقای دکتر عبدالمیثاق قدیریان، استاد روانپزشکی دانشگاه مکیل کانادا، خانم منیر خانجانی، مددکار اجتماعی از بستگان خانواده خانجانی هستند که بسیار از اونها در زندان هستند، و همچنین آقای سیاوش خانجانی، مهندس کامپیوتر و فوق لیسانس مدیریت. ایشون برادرزاده خانواده های خانجانی، آقای جمال الدین خانجانی، نوید، بهفر و فؤاد خانجانی هستند. در طول برنامه در مورد وضعیت اونها صحبت خواهیم کرد. خوش آمدید به برنامه افق، ازتون سپاسگزارم. ممنون و سپاسگزارم حضورتون در برنامه. آقای خانجانی، شما متولد سنگسر هستید، در سنگسر بزرگ شدید. توضیح بدید که چه میگذره در سنگسر، در سمنان چه اتفاق میفته، چه چیزیست که اینقدر مایه نگرانی است و این شدت برخورد رو این چند وقت شاهد هستیم؟ بله، ارشد بنده متولد سنگسر هستم. خاطرات بسیار شیرینی از محل تولد و استان سمنان دارم. از سال 1978 ایران را برای قصد تحصیل ترک کردم و برای تحصیلم به آمریکا آمدم. باید این نکته را ذکر بکنم که مشکلات جامعه بهائیان سمنان فقط مختص خانواده من نیست. غرض از آمدن اینجا و این مصاحبه را داشتن به این هدف هست که مشکلات خانواده من که نمونه‌ای از مشکلات بهائیان سمنان و بلکه مشکلات بهائیان سمنان نمونه‌ای از کل مشکلات بهائیان ایران هست صحبت بشه. منیر و من که خانواده‌مون در سمنان هستن، حقیقتاً نگران وضع آنها هستیم. من توضیح فقط بدم اینو کردم، چون شما پسر عمه و دختر دایی هستین، سیاوش خان و منیر خانم، و وقتی که گفتید که این نمونه ای هستش از وضعیت برخوردی که با بهائیان صورت میگیره، خوب اشاره بکنیم که اعضای نزدیک خانواده هر دوی شما، جمال الدین خانجانی 80 ساله فکر میکنم در حدودشون، با 20 سال زندان الان در حبس هستن. همسرشون که چندی پیش درگذشتن به دلیل شاید بخش عمده از این فشارها، بهفر با 4 سال حبس الان در زندان، فؤاد، لوا 4 و 2 سال، نوید 12 سال، و این آمار ادامه داره. این بخش عمده ای از این خانواده شما، این افراد در واقع که هم فامیل هستن با شما، هستن افراد دیگر، البته افراسیاب من فراموش کردم بگم، این افرادی هستن که با وثیقه ظاهرا آزاد هستن و محل کارشون تعطیل کردن، فرامرز فروزیان در واقع و علی احسانی، این افرادی هستن که همه بین 2 تا چند سال حکم حبس زندان دارن و با قرار وثیقه بعضی از اینها آزاد هستن، بخش عمده شون هم در زندان هستن. بفرمایید. از خانواده من عرض شود که به خاطر بهایی بودند
و به خاطر وابستگی به آقای جمال الدین خانجانی که دایی بنده هستند، در اونجا گفتین عمود دایی بنده هستند، عموی منیر هستند، به خاطر وابستگی به آقای جمال الدین خانجانی که ایشون یکی از مدیران جامعه باهایی بودن، به طور بدون عدالت ایشون رو محکوم به 20 سال زندان کردند که الان در زندان رجای شهر هستند. من و منیر خاطرات بسیار شیرینی از داییمون داریم. ایشون شخصیتی هستند که تمام عمر و انرژی خود را صرف خدمت به مملکت و مردم ایران کردند. اتهام ایشون مشخصا چه هست؟ برای چی 20 سالشون؟ اتهام ایشون مثل اتهام همه بهائی‌ها در ایران اقدام علیه امنیت ملی، جاسوس اسرائیل و این نوع اتهامات به اینا زده شده و همه اتهامات بی اساس هست. میگه ایشون وکیل نداشتن موقع دادگاه؟ بله، ایشون وکیل داشتن، اما وکیلا که همطور اطلاع داریم یکی از اون وکیلا آقای سلطانی بودن که خودشون الان در زندان هستن. اونطوری که در دادگاه ها گذشت، اونطوری که وکلا به ما گزارش دادن، به خانواده و بستگان را در جریان گذاشتن، این همه فرمایشی بوده، یعنی چیزی که بتونن این اتهامات را ثابت بکنن در دادگاه مطرح نشده. صرفاً و صرفاً همه اینا که هفت تا یاران که مسئولین اداره جامعه بهائی بودن، صرفاً به خاطر اعتقاد به آیین بهائی، اعتقاد به این آیین، اینها عرض شود که این حکم سنگین را گرفتن. برمیگردیم حتما بهتون توضیح بفرمایید که در واقع چه چیز بهائیت هست که باعث میشه که این باور اونها براشون چنین حکم سنگین رو در بر داشته باشه. خانم خانجانی، شما هم خب نسبت خانوادگی دارید، اگر دوست دارید توضیح بدید در مورد افراد خاصی که اخیراً به زندان رفتن. من یک تو نمونه دیدم از بچه های همین نسل جدید مثل فؤاد و لوا که اینها ظاهراً به دلیل مسائل آموزشی اینها تحت فشار قرار گرفتن. توضیح بفرمایید که آیا اگرچه سیاوش خان گفتن که افراد زیادی تحت فشار هستن، ولی به نظر میاد که روی خانواده خانجانی تمرکز بسیار عجیبی شده، یعنی تقریبا تمام اعضای خانواده شما به شکل اینها یا زندان هستن یا زیر فشارن. علت خاصی هستش فکر میکنید که چرا روی خانواده خانجانی اینقدر فشار گذاشته شده؟ والا نمیدونم چرا. یک دلیل یعنی دلیلش چرا تمام بهائیان این همین سال 30 سال اینقدر زیر فشار شدید هستند و بودند و الان این 5 سال اخیر همه چیز بدتر شده. خب شروع شد با خانواده ما با عمو جمال، جمال خانجانی که سالها خادم ایران بوده، خادم ملت ایران بوده و تمام فامیل و غیر فامیل مسلمان و بهائی چقدر احترام برای ایشون داشتن و محبت به همه و کمک به همه می‌کردن. الان در سن 80 سالگی 20 سال محکوم شده برای دلایلی که ما اصلا خودمون تعجب می‌کنیم. ما هیچ کدوم تو خانوادهمون توی من به قول معروف پالیتیکس که سیاست نیستیم، نبودیم. چرا؟ والا ما خیلی سرمون شلوغه به کارای چرا برای اینقدر مهم هست که صحبت شده که بهائیان باید پرهیز بکنن از دخالت در سیاست؟ مگه برای بهائیان مهم نیست که چه کسی بر اونها حکومت میکنه؟ چرا ممکنه حکومتی بیاد که حقوق اونها رو روز به روز تضییع بکنه؟ برای بهائیان نباید اهمیت داشته باشه که چه کسی بر اونها حکمرانی میکنه، چه کسی شهردار اونهاست، فرمانده، استاندار یا رئیس جمهور کشور میشه؟ البته بهائی ها ما دستور داریم در هر کشوری که زندگی میکنیم رعایت تمام قانون‌های اون کشور باشیم و مطیع باشیم. این البته هست و ما رأی میدیم، روزنامه رو میخونیم. ولی دیانت بهائی یک دلیلی که در برای اینکه خیلی اتحاد و دوستی و human rights حقوق بشر این چیزی که بهائی ها خیلی دربارش صرف انرژی میکنند و بعضی وقتا در پالیتیکس خیلی بین اتحاد نیست. خیلی همه الان در رئیس جمهور امریکا دارند. شما وقتی که اینجا زندگی میکنید، شما الان تقریبا 20 سال در آمریکا زندگی میکنید،
اینجا در پروسه سیاسی آمریکا شرکت میکنید، میرید رأی میدید، احتمالاً ابایی هم ندارید از اینکه موضعتون رو روشن بکنید که از دموکرات یا جمهوری‌خواه یا یک کاندیدای دیگری ممکنه خوشتون بیاد و همونطوری که گفتین آزادانه هم بیرون رأیتون میدید. چه چیزی باعث میشه که شما در خارج از ایران راحت‌تر در واقع تو حوزه سیاست اظهار نظر میکنید ولی بهایان در ایران انقدر سعی میکنن پرهیز بکنن؟ آیا فقط علتش این هست که ما میخوایم در داخل، یعنی بهایان تلاش میکنن که درگیریشون رو، استکاکشون رو با حاکمیت به حداقل برسونن، یا واقعا یک باور اساسی وجود داره در مورد پرهیز از دخالت در سیاست؟ والا منم اینجا هم مثل بهای ایران دخالت در سیاست نمیکنم. اگه بهای ایران هم اجازه بدن بهشون حق و حقوقشون رو بهشون بدن، رأی میدن، ولی با احترام، بدون دعوا و مرافعه و بدون هیچ از این، با تمام صلح. کار بهایی فقط باید با صلح پیش بره، ایده هاش و خدمت به بشریت باید به صلح پیش بره و تنها دلیلیه. من رأی میدم ولی من نه دموکراتم نه ریپابلیکن، من ایندیپندنت هستم و سعی میکنم در مجادله و خیلی الان سر کار همین صحبته که اوباما کی رانی، من سعی میکنم از این خودم بکشم عقب چون از این چیزی خوبی پیش نمیبینم، ولی سعی میکنم از راه های دیگه، از راه های خدمت کنم به همه، هر کی که اوباما رو دوست داره و همونایی که رامنی رو، و همینجور باهای ایران هم همینن. ما هر جا زندگی کنیم همین. قبل از اینکه این سوال از آقای قدیری بپرسم دوست دارم یه توضیح بدید در مورد وضعیت خانواده خودتون. شما متولد اصفهان هستید، تقریبا دوره کودکی نوجوانیتون هم در ایران گذروندین، بعد با خانواده به خارج از کشور میان، چه اتفاق میفته که پدر و مادرتون تصمیم میگیرن تقریبا 10-12 سال بعد از انقلاب دوباره برگردن به اصفهان و وضعیتشون چطور هست؟ پدر و مادر من مثل خود من، مثل بقیه فامیل، عاشق ایرانن. پدر من وقتی که ایران انقلاب شروع شد، در مدرسه خیلی فشار زیاد روی من بود، مغازش آتیش زدن، مامانم مدیر بود و بعد از یک سال قبل از چه کار میکردن پدر؟ پدر مغازه عینک‌سازی داشت. بله. خب مامانو اخراج کردن به خاطر اینکه حاضر نبود بنویسه من غیر باهایی نیستم و خب فشار خیلی بود و ما فامیل امریکا داشتیم. دایی مامانم گفت پاشید بیاید اینجا یه 6 ماهی اونجا ساکت میشه برگردید ایران. یعنی واقعا به خاطر همین بود. و پدر من اینجا که بود واقعا خوشحال نبود، دلش تنگ ایران بود، دلش تنگ وطنش بود، میخواست بره ایران به رغم تمام فشارهایی که صحبت میکنه. با این وجه به خدا الان ایران تنها قمی، خب دو تا قمی داره که از بچه‌هاش دوره و خب سختی که فامیل میکشن، ولی با این وجود هم مامان هم ایران، مامان بابا دوست دارن ایران باشن، میان دیدنم، مثلا قرار من 3 ماه بمونن، بعد از یه ماه بابا میگه خب بلیت ما رو بنداز جلو بخوایم برگردیم ایران. قلبشون اونجاست. من 5 سال پیش ترکیه دیدم گریه کردم چون خب سنشون خیلی پایینه، گفتم بابا تو رو خدا بیاید امریکا ما کمک باشیم. گفت نه من باید برگردم ایران، من باید اونجا پیش ولی اونجا الان هستن در واقع پرهیز میکنن از معاشرت با بهایان دیگه، چطوری وضعیتشون؟ والا من نمیدونم، وضعیتشون بد نیست، ما زیاد صحبت جزئیات وضعیت نمی کنیم، بیشتر احوال پرسی میکنیم، ولی همین که دور فامیل و وطن هست خوشحاله، اونو دوست داره. بعد در مورد وضعیت خوب مثلا پسر عموی شما هم تو کشور کردید، عموی شما، این بحث مطرح میشه که وضعیت نوید، بهفر، افراد دیگه خانواده اینا چطور هستن؟ این بحثو بهتون مطرح میشه اونا چه فکر؟ من سوال میکنم، بابا میگه همه خوبن، همین جواب میده. آقای قدیریان، یک تو نکته به نظرم خیلی مهم هست. اول دوست دارم توضیح بدین چون این به یه شکلی به همه شما پیشینتون به سمنان برمیگرده، خود شما هم سنگ سری هستید. بفهمید که اخیراً خبری اومده بود که بستگان خود شما رو هم دستگیر کردن، محل کارشون رو تعطیل کردن. توضیح بفرمایید که وضعیت بستگان شما و ارتباطی با اونها دارید چگونه است؟ بسیار خوب. بله، چند نفر از بستگانمون رو تحت فشار قرار دادن و خیلی از آزار کردن. به حکم زندان رو شدن یکی از اینها صادر شده و هر آنی ایشان ممکنه به زندان برند و این شخصی بوده که قبلا زندانی سالهای سال در زندان بود، در زندانهای اوین و گوهردشت و اینها، و خیلی صدمات زیادی دید، شکنجه های بسیاری دید و آثار این شکنجه هنوز در بدنشون، در سلامتشون باقی هستش. و بعد پسرشون رو اخیرا مغازه‌شو به کلی بستن و حتی آتش زده بودن یه قسمتی از اون رو. چه کار میکردن که ایشون مغازه معمولی داشتن که بعد گفتن که
اجازه ادامه دادن این مغازه رو ندارن و به این صورت به کلی بستن و اجازه به هیچ کار دیگری ندارن. چقدر این بحثی که مثلا من ابتدای برنامه خوندم امام جمعه سمنان میاد و به این صورت این حرفا رو میزنه، چقدر موضع‌گیری های روحانیون در درون خود سمنان باعث شده که این فشارها بیشتر بشه؟ بسیار، برای اینکه در این 3 سال گذشته این از اصطلاح اذیت و آزارها و تعصباتی که نشان داده میشه به مراتب بیشتر از گذشته هستش. در واقع در سن در طی این 3-4 سال گذشته در 24 نفر از بهائی‌ها رو به زندان انداختن که هنوز هم 12 نفرشون در زندان هستن. به شکی نیست که این صحبت هایی که روحانیون کردن و اون روشی که دولت نشان داد در وضع سمنان خیلی اثر خیلی مهمی گذاشت. خدمتتون عرض کنم که مثلا در میان زندانیان 2 هستند که زن و شوهر هستند و اینا بچه های کوچک دارند و البته حکمشون صادر شده و اگر اینا به زندان برن کسی نیست که به بچه هاشون برسه. این است که این بچه هاشون رو بایستی یک فکری بکنن، یا اینکه اگر کسی رو پیدا نکردن ممکنه با خودشون به زندان ببرن. آیا فقط ایران به بچه ها اشاره کردید، آیا مطالعه شده، خود شما برشته تخصصتون روان درمانی و روانپزشکی هست، آیا مطالعه مشخصی صورت گرفته که کودکان بچه های بهایی در طول این چند ده سال گذشته که تحت این فشارها بودند یا حتی پیشتر از اون، اینها چه تأثیری گذاشته این فضا بر روی روح و روان اینها وقتی میبینن که پدرانشون مادرانشون به این شکل باشون برخورد میشه، یا خودشون در جامعه تحت برشکل توهینهای قرار دارن از کودکی با شیوهی برخوردی در جامعه روبرو میشن که بسیار آزاردهنده است. من حتی قبل از برنامه داشتم برای شما یک نقلی رو از روی فیسبوک میخوندم که از کاربران فیسبوک که حالا احتمالاً روشن هم هست که چه قصد و غرضی داره، نوشته بود خطاب به من که فلانی چرا خیلی عذر میخوام 3 نجس رو در برنامه دعوت کردی. این فرهنگی است که در جامعه ایران کودکان بچه های بهایی با این فرهنگ بزرگ میشن، این روی کرده است که جامعه با آنها داشته. این مطالعه صورت گرفته که این چه تأثیری رو بله بنده خودم مطالعه‌ای در این مورد کردم چندین سال پیش، یک تحقیق علمی کردم درباره فرزندان اشخاصی که کشته شدن، پدرشون یا مادرشون یا از بستگان نزدیکشون کشته شدن به عنوان بهاییت، و نتیجه مطالعاتم این بود که بنده از فرزندانشون یا نوه‌هاشون پرسیدم که چه اثری کشتن پدرتون یا پدر بزرگتون در شما داره و چه احساسی دارین. چیزی که خیلی جالب بود این بود که اکثریت گفتن که ما و اون احساس انتقام‌جویی و احساس خشم و غضب و به اون صورتی که می‌خوایم که انتقام‌جویی بکنیم ندارند و قبول کردن، به این صورت که این یک به اصطلاح یک جریان بلوغ بشری هستش که در جامعه ایران در حال پیشرفت هستش و اون حالت به اصطلاح قبول کردن این که بایستی گذشت کرد و قبول کرد و در این حال به دوست و عشق و محبت رو بهشون نشان داد. این خیلی درست برعکس مطالعات روانشناسی هستش که در میان بچه های اشخاصی شده که محرومیت های خیلی زیاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی ایران در غیره در کشورهای دیگر دیدن. یعنی از اون محرومیت استفاده کردن برای اینکه تبدیلش بکنن به فرصت برای پیشرفت خودشون. اینن یعنی این واقعا یک وسیله شده، انگیزه شده برایشون که از این موقعیت برای بلوغ فکری خودمون، بلوغ روحانی خودمون، بلوغ بشری که در دوروبرمون هستن. این مطالعه که کردید مشخصا در مورد بهائیان ایرانی هست دیگه؟ بله بهائیان ایرانیش به یکی از کتاب‌های معتبر دنیا چاپ شده، یک فصلی هستش که چند نفر مطالعه کردید؟ در حدود 40-50 نفرشون رو مطالعه کردم، به تماس شخصی داشتم یا از طریق نامه و پرسیدم که یک سری سوال‌هایی بود که چه نوع عکس‌العمل‌هایی به این طغیان‌ها و به این همه به اصطلاح سرکوبی‌ها نشان دادین، مخصوصا درباره کشته شدن یا به اصطلاح شکنجه افرادی که در زندان بودن. و به طور کلی این حالت در واقع باعث تعجب همکارانم هم شد که وقتی که این مقاله رو خوندن و فکر کردن که تنها رایی که میتونن توضیح بدن این هستش که یک ایمانی که همراه با حسن نیت و
به اصطلاح آزادی که از صمیم قلب دارن بخوان نشان بدن به جامعه خودشون. این تحقیق در واقع از طریق خود دانشگاه انجام شده، یک کار شخصی بوده؟ این من موقعی که بعد بنده هنوز استاد دانشگاه هستم به عنوان یک محقق این را انجام دادم، بعد به وسیله همکارانم بعد اینا تونستن روش قضاوت بکنن و بالاخره در یکی از کتاب‌های معتبری به چاپ رسید که عنوان این کتاب درباره تروما، درباره آسیب زدگی ملل مختلف به اشخاص مختلف در کشورهای مختلف هستش که به بنده پیشنهاد شد که درباره باهایی بشه. آیا بود در این مجموعه حدوداً 50 نفری که صحبت کردین افرادی بودن که واکنششون متفاوت بود؟ یعنی همه 50 نفر که بعید به نظر میاد که همشون یه شکل بله درست میفهمم. بعضیا بودن که خب یه حالت عصبانیتی داشتن که این از روی عدالت نبوده و این بی‌عدالتی بوده، ولی در این حال اون حالی که به اصطلاح خشم و نفرت درش باشه درشون نیستن. ببین به خاطر این هستش که در آثار دیانت باهایی این مسئله خشم و انتقام جویی رو برداشتن، اون تعصبات رو برداشتن و البته و همونطوری که فرمودید این انگیزه ای شده که برای پیشرفت خودشون که بتونن برای یه وضع بهتری به کشور خودشون خدمت بکنن تا اینکه بر علیه اینا قیام کنند. خب آقای نکته دارید خواهم پنجید خواهید میخواستم همین در این صحبتتون یه خاطری از عمو جمال یادم اومد در همین مورد. تا که انقلاب شروع شد خب در مدرسه خیلی همین تهمت ها به منم شروع شد و بچه هایی که دوستم بودن پلومی نمیشستن، اگه از آب دست به این آب میذاشتم دست نمیذاشتن نجس شده بود. خب خیلی سخت بود و خیلی غم زده میمدم خونه، گریه میکردم، گلوم درد میکرد. بعد یه روز مام بابا بردن من پیش خونه عمو رفتیم و عمو نشست من با من صحبت کرد، گفت منیر تو ناراحت نباش، بدون که اینهایی که این حرفو میزنند دارن فکر میکنن کار درستی میکنن، اونا میخوان کار درست بکنن و به نظرشون به فکرشون این کار درسته و اینا رو هم دوست بدار و به دل نگیر. و این صحبت این حرفی که من زدم خیلی کمک کرد و این همین طرز فکری بود که باعث شد یکم آرامش به من بده و اینقدر به خودم نگیرم و آدم یه چیز بزرگتر رو میبینه. به عنوان یک کودک اون موقع وقتی فکر میکردین حرفا رو میشنیدین فکر میکردین چرا اینا با شما این برخورد میکنن؟ براتون پرسش پیش اومد صرف نظر از اینکه خب به خونه میومدید این ناراحتی و خشمتون رو به شکل منتقل میکردید، ولی در به عنوان یک دختر حالا 7 8 ساله یا بله. بیشتر یا کمتر اون موقع واقعا فکر میکردید چرا این همکلاسی، چرا این جامعه؟ چون بحث ما الان دیگه فراتر از حکومته، اون بخشی از جامعه است که داره به طور سیستماتیک با شما در تماس هست و این شیوه رویکرد رو به شما منتقل میکنه. احساستون چی بود؟ چه پاسخی تو ذهنتون این پیدا میکرد؟ والا ما چون در تاریخ دیانت باهایی در ایران هر چند وقتی این اتفاقات افتاده، این اذیت ها شده و این بی‌عدالتی ها شده، اینه که من خب تاریخ رو میدونستم و آشنایی دارم و داشتم که این چیزها شده. خب چون من در مورد منیر خانجانی بله. که الان نشسته صحبت نمی کنیم، در مورد منیر خانجانی که در دبستان بله. پشت میز نشسته بله. و ممکن این تاریخ رو به خوبی ندونه. میدونستم. یعنی شما بانی دختر ما از بچگی همیشه خب درس میخوندیم، همیشه یاد میگرفتیم. ما هیچ وقت در نمیشستیم درباره سیاست و چیکار کنیم و شعار بدیم، نبود. هیستوری خیلی مهمه برای ما و اینجوری در دیانتمون و ایمانمون قوی میشه وقتی که میخونیم از اجدادمون و چه صدماتی کشیدن ولی با محبت و اینها برای ما نمونه هستن. اینه که بچه های باهایی این چیزها رو میدونستم در سن 7 8 9 ساله و سعی میکردم و هر روز همیشه هر فشاری در زندگی ما بود ما واقعا به عنوان باهایی باید الگو باشیم در خانواده، الگوی محبت، الگوی گذشتگی. بودن کسانی در همون اطراف شما در مدرسه که به اون شکل مثل دیگران برخورد نمی‌کردن؟ نه اگه بچه‌هایی بودن که مثلا میگفتن شما نجسید، ولی بچه‌های دیگری هم بودن که احتمالاً این گونه برخورد نمی‌کردن، با بله. اونها معاشرت می‌کردید چطوری؟ بله اونا می‌ترسیدن چون تو اوایل بود، ولی منو می‌کشیدن کنار، می‌گفتن مونی ما تو رو دوست داریم، مونی ما نمی‌دونیم ما می‌تونیم بازی کنیم با هم هنوز و اونا متأثر بودن همه و واقعا بیشتر مردم ایران متاثر هستن و خیلی با محبت هستن به همه ما، خواهر و برادرای مسلمانمون واقعا چقدر حمایت و ابراز محبت و متاثر میکنن هنوز که هنوزه. چون که یه مطلبی بود که مدیر الان مطرح کرد، واقعا مسئله سمنان چون که مطرح هست، اون کلاس های درس اخلاق یا کلاس هایی که بچه های باهایی جمع میشن مسائل به اینا آموزش داده میشه، در کل آیین بهایی تعلیم و تربیت یکی از
اساسی ترین تعالیمی است که در خانواده مطرح هستش. برای همین این بچه ها از کودکی یاد میگیرن که چطور نفرت نداشته باشن، با صلح و محبت باشه، چون که مشکلات جامعه ما با کشمکش و جنگ و جدال و تنفر و تعصب این مسائلی بوده که قرنها بشر باش مواجه بوده، قرنها این مسائل آزمایش شده و الان هم میبینیم مشکلات دنیا از این طریق حل نمیشه. و اعتقاد بر اینه که باید اساساً از پایه و اساس افراد باید تحولات فکری و روحانی در اینا به وجود بیاد که با این تعالیم بتونن دیگران را قبول بکنن، به اعتقاد دیگران احترام بذارن و تعصب و کنار بذارن. و این چیز هست که در سمنان الان ما میبینیم که متاسفانه اون کلاس ها بسته شد و همین یاران که الان میگم که آقای جمالدین خانجانی یکی از اون 7 نفر هستن، اینا مسئولیتش این بود که جامعه را اداره بکنن. در واقع میفهمید که نسل الان اون امکانی رو که شما داشتید اونچنان در اختیار نداره. درست. و ممکنه که کودکی که الان تحت این فشارها قرار میگیره واکنشش همون چیزی نباشه که شما در واقع داشتید، ممکنه فرصت پیدا نکنه از اون مجموعه ای از آموزش برخوردار بشه که همه چیز رو با رویکرد سازنده باش برخورد بکنه، ممکنه واکنشش به دلیل عدم دسترسیش به این در واقع شرایط آموزشی متفاوت باشه. این ممکنه نتیجه بخشی از این ممکنه باشه، اما نهایتاً پدر و مادر چون که این تعالیم دارن که کتاب‌ها می‌خونن و هدف این آیین را مطلع هستن و این آموزش رو سعی میکنن در سطح خانواده، در سطح فردی این را ادامه بدن. ولی که من سوال کردم برای اینکه در واقع تاکید اگر حاکمیت به دنبال این هست که مراکز آموزشی بهاییت رو هدف گرفته، آیا به دنبال این بوده که فکر کردن در طول این سالها به دلیل همین برخورد نتیجه نرسیدن اون نتیجه که میخواستن، اون حرفی که امام جمعه سمنان میزنه که نمیخوان که به طور عیان ولی به یه شکلی بتونن این افراد رو از کشور بیرون بکنن، همونطور که خودش در واقع صراحتا گفته، شاید این شیوه برخورد باعث شده که دیدن اونچنان کارآمد نیست. خانواده شما بعد از سالها دوباره برمیگرده به ایران به رغم اینکه بخشی از افراد مثل شما در طول این سالها بیرون اومدی. آیا هدف گرفتن مراکز آموزشی بهائیان در واقع فکر میکنی که دلایلش اینه که وقتی یه جامعه رو شما بکنید کلن تحت فشار قرار بدید و کلن نابود بکنید، این مقابله این مقامات دولتی سیستم فعلی هم از نظر سیستم اقتصادی و هم مقابله فرهنگی بوده. یعنی مشکل جامعه بهائی اولا که وقتی به تاریخ برمیگردیم که این آیین از اواسط قرن 19 که شروع شد در کشور عزیز ایران و الان بیش از 300 هزار نفر پیرو این آیین در ایران هستند، الان بیش از 200 ممالک این آیین منتشر شده و بیش از 5 میلیون پیرو داره، همه این کشور ایران را عزیز میدانن، با احترام برخورد دارن، با احترام نگاه میکنن و این هیچ دهه‌ای میشه گفت وقتی تاریخ رو نگاه میکنیم نمیشه پیدا کرد که جامعه بهائی مورد اذیت و آزار و حقوق شهروندی و انسانی و حقوق بشریش پایمال نشده باشه تو این 160 سال. این کلن یه سیستمی بوده که از اوائل این ادامه داشته، از اول پیدایش این آیین. اما در این از سال 1987 که وقتی انقلاب جمهوری اسلامی شد مشکلات جامعه شدت پیدا کرد و میبینیم که در این عرض 30 خورده سال هزاران نفر به زندان رفتن بیگناه به خاطر عقیده، بیش از 200 نفر افراد بیگناه به خاطر عقیده اعدام شدن، مدارس ها دانش آموزان را اذیت کردن، دانشجوها و جوانان ما از دانشگاه اخراج شدن و از ورود به دانشگاه محروم هستند. آقای خانجانی میخوام صحبتتون رو قطع کنم، نکته خیلی مهمی رو اشاره کردید. میخوام اینجا این از آقای قدیریان بپرسم. اشاره کردن که یه بخشی از این ماجرا از 1357 از 1978 79 به بعد شکل دیگری پیدا میکنه سرکوب. شما به شکل دوره پیش از انقلاب رو هم قطعا تجربه کردید. پیش از انقلاب اصلا ایران رو ترک میکنید. آیا اون چیزی که گفته میشه که شرایط بهائیان در پیش از انقلاب متفاوت بوده با بعد از انقلاب چنین هست، شما چنین تجربه داشتید؟ بله، قبل از انقلاب که بنده در ایران بودم تعصبات بر علیه بهائیان همه جا بود، مخصوصا در قرا و قصبات شهرک
شهرهای کوچک به در شهرهای بزرگ، ولی وضع بهائیان به یک صورتی بود که به نظر می رسید که همشون در صفا هستند و وضع به خوبی میگذره، ولی بسیاری تبعیضات بود و در این حال هم چندین بار حملاتی به جامعه بهائی شد. مثلا در اون واقعه ابرقو عده زیادی کشته شدند، یا اینکه مرکز بهائی در تهران به کلی شکسته شد و این تخریب این چیزها نمودار اون وضع، اون روشی هنوز بود که در اون موقع بود، ولی به این صورتی که سراسر کشور به این حال تعصب نشان بده نبود. ریشه ماجرا در اون موقع به نظر شما همون چیزی که الان داره صحبت میکنیم، یعنی حاکمیت این رو به طور سیستماتیک دنبال میکرد، یا اون موقع نه حاکمیت دنبال این نبود، جامعه خودش یا روحانیت این رو در واقع ترویج میکرد برخورد با بهائیان؟ تمام این دوران این مسئله روحانیون نفوذ بسیار شدیدی داشت، مخصوصا اون جریان فلسفی که یک مقدار زیادی سر صدا ایجاد کرده. توضیح فهمید چه است برای اون افرادی که نمیدونن ماجرا فلسفی؟ بله، چون این در موقعی بود که به اصطلاح در سالهای 1954-55 موقعی که البته به تاریخ خارجی عرض میکنم، و این مخصوصا هدفش برای حمله به بهائیان و مخصوصا برای اینکه اتهاماتی بزنه که نفرت رو در مردم انگیزه بکنه، به این سبب شد که بعد این تخریب مرکز بهائی در ایران، در تهران و بعد نقاط مختلف این شروع شد. و به این صورت میشه گفت که یک حالتی بود که مثلا به یک صورت دائمی و همیشگی نبود، به صورت موجی میامد و بعد برمیگشت، ولی در ماورای همین اینها این حال تعصب وجود داشت. ولی این تعصبات بعد از انقلاب شدت گرفت و کشته شدن بیشتر شد و تعصبات از لحاظ تحصیل مثلا خیلی خیلی بیشتر شد و به کلی دانشجویان دیگه از دبیرستان به بعد وارد دانشگاه نمیتونن بشن. به نظر من یک مرحله جدیدی شروع شد و هیچ وقت بهائیان در طی این 160 سال یا 168 سال که ادامه داره اون آزادی کامل رو نداشتن، در تحت فشار بنهای مختلفه به طور جسمی، به طور اقتصادی، به طور روانی بودند و ادامه داره. این نکته که من برم گیم، اگر خانم خانجه مطلبی داری صحبتون قطع کردم، اون در واقع برم گیم دوباره به اون داستان بعد 1357، اون تلاشی که صورت میگیره که به اصطلاح دین دولتی بشه، دولت دینی بشه. اتفاق به نظر شما علت اصلی تمام این نگرانی روحانیت و موضعی که روحانیت در مقابل بهائیت داره چه هست؟ اینکه بهائیت قائل نیست به نقش روحانیت، این مشکل اساسی یا چیزی دیگری است؟ دیانت بهائی، آیین بهائی تعالیمی هست جدید و از اینکه دیانت اسلام یا علما در حال حاضر باش مقابله میکنن، باش مخالفت میکنن، پیروانش رو سرکوب میکنن، از حق شهروندی محروم هستن، وقتی به تاریخ نگاه میکنیم چیز جدیدی نیست. همیشه وقتی یه آیین جدید اومده همیشه با ادیان قبلش با این مسائل مواجه شده. در نتیجه این تعالیم دیانت بهائی مخالفتشون رو، یکی میتونه که تعالیم جدیدی هست که تساوی حقوق زن و مرد هست، رفع تعصبات هست، نداشتن آخوند و کشیش و رعبای این هست، در صورت آیین جدیدی هست که به هم مرتبطه و به ادیان قبل، و الان مخالفتشون خیلی وسیع است، نمیشه روی نکته خاصی ما تکیه بکنیم بخواد به این دلیل اینا مخالفت میکنن. این طبیعی است که همه ادیان قبل با ادیان جدید مخالفت کردن. نکته که به نظرم قابل توجه است، دوست دارم خانم خانجانی هم توضیح بدن، وقتی بحث همین مواردی که اشاره کردید در واقع تساوی جمعی حقوق و امکانات برای زن و مرد، آیا واقعا شما چنین چیزی رو تجربه کردید؟ برشک اون اتفاقی که در رهبری آیین بهائی رخ میده، به نظر میاد زنان در اون سطح نقش چندانی ندارن. برای شما به عنوان برشک یک بهائی فکر میکنید این تساوی حقوق کاملا تجربه شده؟ منظورتون چیه که زنان ندارن همون
به هر شکل اون چیزی که من منظرم هست این که اگر در اون در واقع 9 نفری که تصمیمات نهایی در واقع گرفته میشه در اون چه که بهائیان دنبال میکنن به عنوان یک راهکار مشخص در میان اونها به نظر میاد که حداقل تا الان تجربه که من دارم این که زنان نقش محوری ندارن و صداشون حداقل در اون حد شنیده نشده. این به نظر شما جای بحث نداره که ما یکی حداقل از این 5-6 موردی که گفتیم یکیش مشخصا تساوی حقوق زنان و زن و مرد هست، اون نکته‌ای که به نظر میاد حتی بخشش قاعدتا بعد در تقابل با دیدگاه سنتی اسلام قرار بگیره، اونجایی که تساوی حقوق زن و مرد چندان وجود نداره. شما تجربتون به عنوان زن چطور با این قضیه برخورد کرده؟ در دیانت بهائی والا همینجور که اگر حتی دیانت مسیحی مسلمان و هر دیانت قبل از دیانت بهائی شما ببینید، زن نمیتونسته رأی بده، زن خیلی کارا رو نمیتونسته بکنه که دیانت بهائی میتونه زن و حقوق بشر اینه که بتونید که equal opportunity که میشه فرصت‌های برابر. برابر اون مهمه و این 9 نفر که شما میگید والا من یکی از زنان در دیانت بهائی خیلی میگن که یک خیلی مقام بزرگی دارن در صلح اکبر، برای اینکه میگن فقط مرد یک بالا مثل یک پرنده نمیده با یک بال پرواز کنه، هر دو بال باید پرواز کنه و زن اون یکی بالش هست. ولی دلیل نمیشه که همه کارهایی که میکنیم خب یک کاری یا آقا میتونه بگه که من نمیتونم بکنم، یک کاری من میتونم بکنم که مرد نمیتونه بکنه. پس اون برابری دلیل نمیشه که همه کار برابر. والا این 9 نفر که شما میگید ما در جلسات باهایی خیلی خانم‌ها شخصا من می‌بینم میگردونن و این 9 نفر تو کمیونیتی ما من بودم عضوش ولی نتونستم باشم برای اینکه مادر هستم و یه بچه دارم و بچه‌م شب زود بخوابه و نمیتونستم برم کمیته، برای همین خودم نمیتونستم بگم که برای آقا آسان‌تر باشه. این دلیلاش هست و من و مقام مادر خیلی مهمه در دیانت بهائی و تعلیم و تربیت بچه. خلاصه اینه که خیلی عمیق‌تر این سوال و این چیز من والا آقایون تو رو خدا برید من. آقای قدیرم پاسخ شما. بله درست میفهمید. این 9 نفری که در بیت العدل اعظم هستند همه مرد هستند، ولی اجازه فرمایید که عرض کنم که در تمام تشکیلات ملی محلی بین المللی زنان و مردان دوشادوش هم دیگر خدمت میکنن و فقط 9 نفر از 5 میلیون نفر که مرد باشن در واقع در این جامعه، هرچند خیلی درصد بالاست. برای خود شما سوال پیش نمیده که چرا یک نفر از اینها زن نیستش؟ ولی در ما در جامعه بین المللی داریم که در تحت اشراف همین که زن و مرد حتی تعداد زنان ممکنه بیشتر باشه، ولی این یک نفر یا 2 نفر یا 3 نفر تغییری در وضع کارشون ایجاد نمیکنه. درست میفهمین که زن هستش ولی به اون صورت نیستش. و اگر قابل توجه فرمایید در تشکیلات و در کنفرانس ها و در مؤسسات بهائی زن و مرد همه جا هستند، فقط این 2 نفر یعنی این 9 نفر هستش که این سبب سوالاتی شده، ولی در واقع تمام خدمات امریه اون بنیان خدمات امریه در دست زنان و مردان در سراسر جهان است. حقوق بهائیان در ایران با حقوق بهائیان در خارج از ایران متفاوته؟ نه خیر، به همون صورت هستش، منتها در ایران البته به علت فشاری که میارن اون آزادی زنان و در واقع تساوی حقوق زن و مرد به اون صورت دیده نمیشه، چون که در تحت فشار دولت هستن که باعث چادر و وسایل دیگه، ولی به طور کلی هیچ تغییری نمیکنه. آقای خانجانی نکته هستش که شما ببینید امکانات آزادی‌های بیشتری برای بهائیان خارج از کشور وجود داره که اینها برای بهائیان داخل ایران یا در کشورهای به دلیل مسائل فرهنگی، مثلا نوشیدن مشروبات الکلی مثلا برای بهائیان در داخل ایران به دلیل شرایط خاصی، برای بهائیان در کشورهای دیگه ممکن اینها منع نباشه، چون این در واقع انعطاف پذیری‌های در آیین بهائیت وجود داره. ببینید تعلیم دیانت بهائی آیین بهائی تعلیم کلی است برای همه بهائیان عالم. تفاوتی رو این نیست که بهائی آمریکایی یا بهائی چینی یک تعالیم خاصی داشته باشه، تعالیم کلی هست و از نظر حقوق که مطرح شد کاملا مشخصه
و اون تفاوتی نیست بین اینا. و چون که مسئله‌ای که شما پیش آوردید فکر کنم مهم هست از نظر فرهنگی اینا، چون که مسئله سمنان هست، مسئله خانوادگی هست، مسئله بحث تعالیم دیانت بهائی، فکر کنم اینجا فرصتی مناسبی نباشه که ما بخوایم تجزیه تحلیل بکنیم ببینیم که رابطه دیانت بهائی با دیانت اسلام یا با ادیان دیگه یا تعالیم دیانت بهائی چه تعالیم جدیدی هست که الان فرض بفرمایید علما به خصوص ایران باش مخالفت میکنن. این بحث خیلی طولانی هست و در با یه ساعت نمیشه وارد این قضیه شد. اما نکته‌ای که خیلی مهم هست، مهم این هست که از اول پیدایش این آیین این افراد به نوعی مورد اذیت آزار قرار گرفتن و مسئله‌ای که مطرح هست مسئله حقوق بشر و حقوق شهروندی افراست و الان فقط بهائیان نیستند که مورد اذیت قرار میگیرن به خاطر عقیده. الان میبینیم که زنان هستند، بچه ها از گرفتارند، حقوق خود وکلا فرض بفرمایید دو تا نمونه وکیلی هست که اسمشون گفته شد، خانم ستوده، آقای سلطانی، این دو نفر بودن که از افراد بهائی به عنوان وکیل که وظیفه شخصی اینا بود اینا دفاع کردن، گرفتاری برای خودشون و خانوادهشون پیش اومد و این مسائل مسائل حقوق بشر هست. الان میبینیم که برنامه هفته گذشته شما را تماشا میکردم، میبینم که الان در همه سطوح مسائل حقوق مطرح هستش. مسئله حتی میبینم اعضای پارلمان گذشته مجلس ایران که الان گرفتارن، در برنامه گذشته دیدم که مهمانی داشتی راجع به حقوق اینها صحبت میکرد. از یه طرف مسئله حقوق بسیار نگران کننده است که این تجاوزی که به حقوق افراد میشه گذشته از اعتقاداتشون، الان از یه طرف دردناک است، بسیار تأسف انگیزه، از یه طرف برای من نوعی امیدوار کننده است. علتی که آقای خانجی میخوام صحبتتون قطع کنم، علتی که من این بحث رو مطرح کردم طبیعتا این نیستش که در ما برنامه‌های متعدد داشتیم، گزارش‌های مفصلی در مورد تضییع حقوق بهائیان و اقلیت‌های دیگه در مورد تبعیضی که بر اونها، در این مورد ما هیچ بحثی نداریم. ما اینجا نشستیم که بخوایم در واقع تکرار بکنیم تاریخ سرکوب بهائیان. این چیزی است که تقریبا برای همه مسجل. اون چیزی که من فکر می‌کنم خوبه بتونیم بهش برسیم نقد هایی است که در واقع به آیین بهائیت وارد میشه و این باعث میشه که مردم داخل، اون جامعه ای که با بهائیان روبرو میشن، اونها بتونن به درک بهتری برسن. تمام فکر کنم تلاش ما اینه. اگر در داخل کشور حاکمیتی هست که شما رو بهائیان رو متهم میکنه که اینها از دولت خارجی حمایت میشن، اینها جاسوس اسرائیلن، اینها به طرف شما باید پاسخ داده بشه. یعنی شما به نظر من فقط به صرف اینکه ما بگیم که اینها یه سری اتهامات هست، به نظر من پاسخ دادن به این پرسشا، به این ابهام ها کمک میکنه به درک بهتر جامعه که شما رو از کودکی نجس خوانده و بدون اینکه بدانه علتش چه هست این کار رو میکنه و سالها میکنه و میره خونه شما رو تخریب میکنه، قبرستان شما رو تخریب میکنه و روش مینویسه که ما همه شما رو خواهیم کش، مینویسه بهایی نجس، بدونین که بدون واقعا که ماجرا چیه. تمام تلاش ما اینه. آیا شاید سوال این باشه که آیا شما در طول این سالها که خارج از کشور بودید چنین تجربه کردید که دولت خارجی هست از بهاییان به طور سیستماتیک حمایت میکنه به دلایل خاصی؟ به دلایل خاصی نه خیر، اصلا همچی چیزی مطرح نیست. فقط تنها دلیلی که بوده مسئله حقوق بشر بوده و جامعه بهایی همیشه سعی کرده، افراد بهایی در خود ایران این مشکلات و تضییقات و اذیت آزاری که میشه در خود داخل با مسئولین و اولیای امور، مسئولین دولتی مطرح بکنن. مسئله خود خانواده من که الان در سمنان تحت فشار هستن، تمام این تظلم‌نامه‌ها، تمام این شکایت‌ها در مقامات محلی و کشوری مطرح کردن و متاسفانه هیچ کدوم از اینها جواب داده نشده. نه تنها جواب داده نشده بلکه شدت پیدا کرده. دلیل اینکه من الان مصاحبه میکنم، چرا دو سال سه سال قبل نیومدم صحبت بکنم، امیدوار بودم که این نوع مسئله در خود ایران حل بشه. و مسئله که در دنیا مطرح میشه مسئله حقوق بشر هست، فقط مسئله یک کشور خاصی نیست و بیشتر این قطعنامه ها در خود سازمان ملل هست مطرح شده که اینا افرادایی هستند که از تمام کشورها هستند. این قطعنامه ای که حقوق بهائیان رعایت نکردن در شروع برنامه آقای احمد شهیدی که مطرح کردید که ایشون نظر خودشون رو دادن، ایشون خب
کشور خاصی نیست، ایشون به نمایندگی از سازمان ملل اینو مطرح میکنه و این مسئله که حمایتی که از یه جامعه بوده به خاطر این هست که فقط این مسئله کلی حقوق بشر مطرح شده، ولا حمایت دیگه‌ای که اونطوری که پروپاگاندا میکنن، اونطوری که تبلیغات میکنن، به خصوص در سمنان در این چند سال گذشته تبلیغات اینقدر وسیع و گسترده و عمیق بوده، اینو از آوردن صحبت امام جمعه سمنان رو شما مطرح فرمودید و غیر از این آوردن روحانیون دیگر در مدارس صحبت‌هایی بکنن برای لیباهایی یا سمینارهای متعددی بدن، کلن هدفشون از بین بردن یک جامعه از نظر اقتصادی و از نظر فرهنگی هستش. این مسئله ارتباط بهائی با بعضی از کشورها یا حمایت شدن از طرف بعضی از کشورها جزء برنامه خیلی وسیع‌تری هستش برای دو موضوع. یکی این هستش که این تضعیف روحیه خود بهائی ها که شما ببینید شما مثل مزدوران کشورهای دیگر هستید، به این صورت چیدن این برنامه را که چطوری تضعیف ایجاد بکنن، و یکی دیگه این که ایجاد نفرت و ایجاد بدبینی و عدم اعتماد به بهائیان برای اینکه اینا دستنشین کشورهای دیگه هستن. این روی یک برنامه‌هایی هستش که هدف اصلیش کوبیدن و از بین بردن و نابود کردن دیانت بهائی هستش، چون برنامه‌های مختلفی اینا سعی کردن و این مسئله رو تازگی نیست، در گذشته هم همینجور بود که بنوان بله اینا بستگی دارن داشتن به روس‌ها و بعد انگلیس‌ها و اینا. منظور این جزء صحبت از این کنم مولود اسرائیل اند اساسا که خواستن قبل از شکل‌گیری اسرائیل این اتفاقات در واقع این کوچ صورت گرفته و به قول شما اصلا این نطفه‌اش در ایران بسته شده و اسرائیل بعدن در واقع جایگاهی بوده برای مقدس سال قبل از اینکه به این صورت. این برنامه خیلی متدی هستش که بخوان به این صورت ایجاد ترس و واهمه در میان بهائی‌ها، به ایجاد بدبینی و انزجار در میان مسلمان‌ها باشه، که این یک رولی هستش که بازی می‌کنه. بلا اصلا ارتباطی ندارن، چون که دیانت بهائی اصلا ورود در هر گونه فعالیت های سیاسی رو ممنوع کرده به کلی، و اگر کسی این به این راه بره از ایران از دیانت بهائی خارج میشه، اینقدر سختگیری میکنن. خانم خانجانی، این اخباری که اخیراً چندین در ابتدای برآمد که بهائیان رفتن برای کمک به زلزله‌زدگان در اهر و اونا رو سرشون رو شناسایی کردن، دستگیر کردن به دلایلی که مطرح هست، چه چیزی باعث میشه که یک بهایی با همه این مشکلاتی که هست بره و بخواد به این زلزله‌زدگان کمک بکنه؟ اگر چنین چیزی هست که دستگیر کردن شما تایید میکنید، بفهمید چه روحیه‌ای باعث میشه چنین اتفاق بیفته، با چه انگیزه این افراد میرن این کار انجام بدن به رغم اینکه تحت این فشار هستن و به هر دلیل و هر بهانه اینها رو دستگیر میکنن. حقوق بشر انسان، والا ما به همینجور که گفتم ذکر کردم خدمتتون، واقعا ما از بچگی، از موقعی که کوچیک بودیم مثلا بازی میکردیم با اسباب بازی، سر اسباب بازی دعوامون میشد، همیشه به ما اینو یاد دادن کمک بکن و خدمت به همه. ما با و فکر میکنم نوید دلیلی که پاشد رفت زلزله، برای اینکه وقتی ما خدمت میکنیم از طریق خدمت روحمون شاد میشه، قلبمون شاد میشه و احساس آرامش و خوبی میکنیم، نه که چیز مادی برامون نمیتونه اینو بیاره. و خب حتما، من نمیدونم، با نوید صحبت نکردم، ولی حتما من اینه که خب زیر این فشار و نمیتونه تحصیل بکنه، نمیتونه صحبت بکنه، هیچ کار نمیکنه، این یک عملی بود میتونست بکنه که بتونه یک اعمالی که بلده و بدونه هم کمک کنه و هم خوشحال، قلبش خوشحال بشه. طبعاً فعال حقوق بشر هم هستش، اگه توضیح دادم. بله. ایشون نوید که پسر برادر من هستش، چند سال قبل که موقع رفتن برای دانشگاه بود، همین مسئله محروم بودن جوانان بهائی از دانشگاه صحبت شد، ایشون سعی کردن با مراجعه کردن به نماینده مجلس اصفهان مسئله رو مطرح کردن که این اجازه رو داشته باشه مثل هر فرد ایرانی، هر شهروند ایرانی بتونه تحصیل بکنه. کارش به نتیجه نرسید، نهایتا ایشون مدتی در زندان اوین بودن و بعد از محاکمه بدون هیچ دلیل اساسی و قانع کننده و اتهامات پوچ و بیخود ایشون رو محکوم به 12 سال زندانی کردن که الان در گوهردشت و رجای شهر هستش. ایشون همیشه علاقمند بودن، علاقمند هستن، عاشق ایرانن، وطن رو خیلی دوست داره،
با اینکه پیشنهاد شد که اگر اونجا برای شما امکان تحصیل نیست بیاد بیرون، اما ایشون گفت من وظیفه من هست که از حقوق خودم که فقط خودم نیستم، بعد که خیلی افرادای دیگه هستن غیر از باهائی‌ها که از این تبعیض مواجه هستن، باید اینجا بمونم و این مسئله مطرح بشه. و نهایتا عاشق ایران بود و با یک گروه از افرادایی که چند تا سه چهار تا باهائی بودن، بقیه اکثرشون دوستان مسلمان بودن، همه رفته بودن اونجا برای کمک و نهایتا این نوع دستگیری شد و مدتی در تبریز و نهایتا منتقل شد به اوین، از اوین هم به گوهردشت. صحبت از نوید خانجانی می‌کردیم. وقتی شما این اخبار رو می‌شنوید که مثلا در بازار ارز حالا به دلایل مشکلاتی که وجود داره یه دفعه قیمت تومان به شکل هولناکی سقوط میکنه و بعد خبر میاد که بهاییان رو دستگیر کردن اینها در بازار ارز، واکنش شما چه هست به این؟ این مسئله که همینطور که قبلا ذکر کردم، یعنی قبلا اشاره شد، ببینید این نوع صحبت‌ها و اتهامات که بهایی‌ها را بهش ربط میدن این تازگی نداره. همیشه بهایی‌ها را به عنوان وچه مساله استفاده کردن برای ناآرامی یا مسائلی که در داخل کشور مطرح هست که بتونن اصل قضیه را جهش را عوض بکنن. ولاد بهایی که الان از در نهایت فشار از اول انقلاب، اول انقلاب که از سال 1978 تا به حال که از همه جور تضییقات داشته، از همه چیز حقوقش ازش گرفتن، چطور میتونه مارکت به این بزرگی دست چند نفر بهایی باشه که بتونه که جوری؟ برکه رو من دیدم در اون اخباری که اومده بود تلاش کرده بودن در اون روستا با کمک‌های مالی اهالی روستا بسازن و بعد ظاهرا نامه‌نگاری هم شده بوده، تایید کرده بودن که در واقع منطقه برای آبیاری شرایطش فراهم بشه و بعد تخریبش میکنن. چه اتفاق میفته؟ ماجرا چه هست؟ این داستانی که این منطقه خانوادگی ما هست، این محلی است که بیش از 200 سال در خانواده خانجانی بوده، از اجداد ما قبل از پیدایش آیین بهائی این متعلق به خانواده بوده. این حدود 20 سال قبل که همه خرده مالک بودن، وارث بودن، اینا دور هم جمع میشن، زمینای کوچیکشون رو یک پارچه میکنن، از مسئولین سمنان، از اداره مختلف سمنان، از اداره برق، آب، منابع طبیعی اجازه لازمه را میگیرن و شروع به کار میکنن با پول خودشون، سرمایه خودشون، پولای کوچیکی گذاشته بودن و بدون کمک دولت. بعد از اینکه تأسیس میشه این بیش از 40,000 تا درخت میوه میکارن و حدود 60 هکتار از این زمین درست میشه برای درختکاری به حساب بادام. و بعد میبینیم که بدون هیچ دلیلی از 5 سال گذشته بعد از گرفتاری آقای جمال الدین خانجانی، بدون هیچ مجوز، بدون هیچ دلیل قانونی، شروع میکنن به آمدن. اول تخریب این ذخیره آب بود که اینو تخریب کردن، خانواده ما شکایت کردن به محل، به مسئولی مراجعه کردن، تنها جوابی که شنیدن گفتن این دستور از بالاست. و تمام مردم اونجا، این نکته خیلی مهمه، مردم اونجا که مردم محل از همسایگان و خود مسئولین دولت با این مسئله، خود اون ادارجاتی که این اجازه دادن، گفتن ما متاسفیم که این کار داره میشه. مردم خواهش کردن از خود مسئولینی که داشتن خراب میکردن که این کار را نکنید. که الان میبینم این مزرعه‌ای که از طریق خانواده، با کمک خانواده اعداد شده و حدود 40,000 درخت میوه هست، حدود 55 نفر افراد مسلمان و باهایی در اونجا کار میکنن در موقع بهره برداری، بیش از چند تن، 200 تن میوه به بازار میده که متاسفانه بدون هیچ دلیل الان خراب شده و این تضییقات و فشار رو خانواده همینطور مرتب ادامه داره. من سوال کوتاه دارم، وقتی من رو پایان هست دوست دارم که از هر دوی هر سه شما در واقع پاسخ بگیرم. در حکومت جمهوری اسلامی امکان کاهش تبعیض بر بهائیان وجود داره به نظر شما؟ در حال حاضر به نظر نمیرسه و همونطور که عرض شد انگیزه هایی که نشان میدن و اون با اون وضعی که رفتار میکنن خیلی مشکل هستش. ولی یک چیز رو باید عرض بکنم، با اینکه
مردم سمنان و اهالی ایران، ایرانیان عزیز، در میان اینها اشخاصی هستند، عده زیادی هستند که در روی نهایت محبت و سخاوتمندی با بهائیان رفتار میکنند و این باعث تشکر و سپاسگزاری ما میشه. خانم پانجانی، 30 ثانیه وقت داریم. امکان فکر میکنید تغییر این وضعیت در شرایط فعلی در حکومت جمهوری اسلامی وجود داره؟ امید داریم. والا همینجوری که ایشون فرمودن، من حس میکنم مردم ایران رسمیت به بهائی‌ها دادن، بهائی‌ها رو دوست دارن. من بنده هم امیدوار هستم. امیدوار هستم که این از خود مسئولین این تغییر و تحولات در رفتاری که با جامعه بهائی دارن عوض بشه. باز همطوری که آقای دکتر فرمودن، ممنون و سپاسگزار از مردم عزیز ایران هستیم. تشکر میکنم از شما آقای سیاوش خانجانی، خانم منیره خانجانی، آقای دکتر عبدالمیثاق قدیریان. از هر سه شما سپاسگزارم برای شرکتتون در این برنامه. با ما از طریق فیسبوک و وبلاگ در تماس باشید تا افق پنجشنبه.